دوستان گرانقدر به درس روز 24 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های روزهای قبلی ما شما روی کریت پرچیز آردر، ریسیو آیتم این انترویل به تفصیل صحبت کردیم. امروز ما شما باز روی کریت پرچیز آردر مگه برعکسی ریسیو آیتم این انترویل اول ریسیو آیتم میکنیم بعد از و انترویل فور ریسیو آیتم میکنیم. ای که ریسیو آیتم این انترویل با ریسیو آیتم و انترویل فور ریسیو آیتم چی تفاوت داره ما در ریکاردهای قبلی صحبت کردیم. فقط میخوام باز یک خلاص و یادآوری کنیم که اگر ما پرچیز آردر میکنیم با یک وندر ما و تنها آیتم ریسیو میکنیم، آیتم برای ما روان میکنه بدون بل، باز ما و شما بجای اینمی کماند ای کماند انتخاب میکنیم، میگم که آیتم ریسیو کردیم تنها. باز وقتی که بل روان کرده باز میگیم که انتر بل فور ریسیو آیتم. اونو آیتم هایی که بلش تانوز دریافت نکده بودیم آلی میخوایم که بل ازوره با اونمو آیتم هایی که ما ریسیو کردیم او رو در برنامه کویک بوکس انتر کنیم. تا که ما انتر بل نکنیم باز پی بل کرده نمیتونیم، پول زور پرداخت کرده نمیتونیم و کویک بوک برای ما اجازه نمیده که پول زور ما پروسس کنیم. به او خاطر باید وقتی که آیتم ریسیو کردیم 100% باید انتر بل زور بکنیم. تا که بل زور انتر نکنیم در برنامه کویک بوکس اجازه نمیده که ما پول زور پروسس کنیم یا پی بل بکنیم. خب میایم چی میکنیم؟ ما یک وندر نو جور کردیم به نام سید رحمان واحد پولی از افغانستان. میگیم برازی ما شما یک پرچیز آردر میکنیم، روی پرچیز آردر کلیک کردیم، آمدیم برازی میگیم که ما پرچیز آردر کردیم فقط از دو چیز که اردویش بی 3 است، دل بی 3 یک مدل دیگه مدل. چند دانه پرچیز آردر کردیم؟ به طور مثال ما 5 دانه زیر آردر کردیم، 5 دانه ازیر و مجموعیش برای ما نشان میده که 7500 افغانی میشه، چون واحد پولی نفر که است وندر ما افغانیست، وندر داخلی ماست. پرچیز آردر نمبر چند است؟ 3 است. پرچیز آردر که کردیم به کدام تاریخ برای این پرچیز آردر کردیم؟ به تاریخ 15. خوب است. بعد از او فقط میایم روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردی در هیستوری از یک پرچیز آردر اضافه شد، مگم در اینونتری ما چیز اضافه نشده، اونمو داتا دانه که است اموسته. اکانت پیبل ما هم اضافه نشده. اگر ما بیایم سر کمپانی اسنپ شات کلیک کنیم اینه اکانت پیبل های سابقه است، تانوس چیزی را اضافه نشده و در اینجا در بیلنس از این وندر ما چیز اضافه نشده. آلی ما چی میکنیم؟ میگیم آیتم تانا ریسیف کردیم. این نفر که به نام سید رحمان است وندر ماست، برای ما آیتم یا اینونتری روان کرده، مگم بل از یادش رفته یا بل جور نکرده، او را گفت که بعدن باز ما روان میکنم براتون. ما آمدم میگم که ریسیو آیتم کردم. ریسیو آیتم کردی از کی آیتم ریسیو کردی؟ میگم که از سید رحمان آیتم ریسیو کردیم. آی آیتمی که ریسیو کردی به اساس کدام پرچیز آردر است؟ میگم یس. دیگه اینالی هیستوری پرچیز آردرهایی که ما به اینمی وندر کردیم او را نشان میده برای ما. پرچیز آردر را انتخاب میکنیم، بعد از اوکی کلیک میکنیم. اوکی کلیک کردی اونمو تعدادی پرچیز آردری که ما کده بودیم اونمو را برای ما در آیتم ریسیو نشان داد برای ما. و در اینجا اگر شما ببینین در اینجا فقط برای ما میگه که تو فعلا فقط آیتم ریسیو کردی. اگر میگه نه بل ریسیو کردین، از این قسمت ما میتونیم که را کلیک کنیم که میگیم که بل ما ریسیو کردیم. میگیم نه، ما میگیم که ما فقط آیتم ریسیو کردم و بل امرایش نبود. اگر امرایش بلم است باز میتونی، اگر اشتباه تو در اینجا آمدی بلم بود امرایش که انتخاب کنم، میگم نبیده. خب ای آیتم که ریسیف کردی به اساس اونون پرچیز آردر که بود اونمو تعداد 5 دانه است یا کم زیاد شده. اگر فکس است اون خوب، اگر کم زیاد شده او را میتونی کم زیاد کنی. با کدام مشتری مشخصی را تو خریداری کردی بر از او روان میکنی او جنامش را میتونی ذکر کنی؟ میگم نه. بعد از او فقط سیو این کلوز کلیک میکنیم. پولیش هم برای ما در اینجا نشان میده مکمل. رفرنس نمبرش شما ذکر نمیکنین در رفرنس، به خاطر از اینکه ما اینجا فقط آیتم ریسیو کردیم، کدام انوایس چیزی نداره. در اینجا شما میتونین اون پرچیز آردر نمبر نوشته کنین به جای انوایس نمبر یا بل نمبر. صحیح است. بعد از ما سیو این کلوز کلیک کردیم، وقتی که سیو این کلوز کلیک کرد اینالی در هیستوری از او 7500 افغانی چی شد؟ اضافه شد. این پول سر ما پیبر است. به این معنی که تو آیتم ریسیو که کردی خو قرضدار شده از اون وندرت. ما آیتم 7500 افغانی ریسیو کردیم و این پول بالای ما شما پیبل است. مگم شما در کویک بوک ایره تا وقتی پیبل کرده نمیتونید، پول ازور پروسس کرده نمیتونید، پرداخت کرده نمیتونید تا که تو انتر بل نکنید.
ببینین اگه ما بیایم در پیبل اینی پولی که در اینجا ما قرضدار هستیم اینجا قرضدار هستیم یا کل زیر نشان میتم اگه می 7500 برای ما نشان نمید اگه ما بیایم در این مینوی وندر روی پیبل کلیک کنیم فقط برای ما نشان میتم من میگم که اکاونت پیبل هایی که به افغانیست نشان بوده برای ما چقدر است میگه 3500 از اون نفر دیگر نشان نداد او هم افغانی بود اگه متوجه شده باشین اگه یو اس دلار انتخاب کنم اینه برای ما ایرم نشان میده مگم برعکس از اون نفر دیگر نشان نمیده چرا او انتر بل نشده بل از ایرتانوز ما ریسیف نکردیم که او را انتر کنم در برنامه کویک بوکس خب بعد از او مثلا 5 روز بعد یا 10 روز بعد برای ما بل از او آمد وقتی که بلش آمد شما چه میکنین انتر بل فور ریسیو آیتم میکنین در اینجا ما آمدم انتر بل انتخاب میکنم ما گفتم که انتر بل با کی میکنیم ما میگم با سید رحمان میگه در یک دانه بل از مانده پیش ما شما که او را پی نکردیم انتر نکردیم اینمیست میگم بله ریسیو آیتم به اینمی بل مثلا ریسیو آیتم بل تو فالو ما یک دانه بل انتر میکنیم که آیتم هایش قبلا ریسیو کرده بودم بعد از اوکی کلیک میکنیم اوکی را که کلیک کردی لیست اونمو آیتم ها را مکمل برای ما چی میکنه که ما ریسیو کرده بودیم مورا برای ما نشان میده خب میگم بله ما بل که انتر میکنیم از همی آیتم هاستا بله میگم بعد از خب ای را که تو ریسیو کردی با کدام تاریخ ریسیو کردی میگم پرچیز آردر کرده بودم ما با تاریخ 15 و بلش برای آیتم پرچیز آردر کرده بودم 10 آیتم ریسیو کردم 15 و بلش برای ما آورد 20 صحیح شد این حال بلش که آورد برای ما بیس شما اینوایس نمبر شیر نوشته میکنیم میگم که آی این وی سی نمبر ازی که هستن ده ده بیست هستن و از چقدر پیس هست از 7500 افغانی و ای با پول باید تا کدام تاریخ ما پرداخت کنیم تا اینجا چون کندیشن تمسن انتخاب نکردیم اگر تمسن انتخاب کنیم این تفاوت میکنه مثلا ما گفتیم که باید ویدن 15 روز پرداخت کنیم برای ما میگه تو باید این پول تا تاریخ 5 مای دوم 2020 چی کنی پرداخت کنیم برای نفر بعد از اون ما چی میگنه سیو این کلوز کلیک می وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم یس انتخاب میکنیم یس میگیم ای را که انتخاب کردیم اینال شما ببینین ام انوینتری ما خو از اول هم زیاد بود اکاونت پیبل ما هم زیاد بود اینال اگه ما شما بیم در اینجا در پیبل بیم و پیبل های افغانی را انتخاب کنیم اونمو از سید رحمان پولیش هم برای ما نشان میدن با این معنی که پول هم سر ما شما ای را ما میتونیم پیبل خوب بود خوب پروسس کده میتونیم پولیش پرداخت کده میتونیم تا وقتی که ما او را در برنامه کویک بوکس انتر بل نکنیم ما نمیتونیم پیبل کنیم دیگه ای بود تفاوت ریسیو آیتم و انتر بل فور ریسیو آیتم با ریسیو آیتم این انتر بل در اینجا باید ما 100% وقتی که آیتم ریسیو کردیم انتر بل ازورا بکنیم تا که انتر بل نکردیم پیبل ازورا کده نمیتونیم ای بود دوستا درس امروزی ما شما